هرچند زیردریایی به دلیل توانمندی مخفی ماندن در اعماق دریا به عنوان بزرگترین تهدید برای کشتی‌ها محسوب میشه، اما در نبردهای دریایی ناگزیره به دلیل محدودیت‌های هدفیابی، سرعت کم و برد بسیار کوتاه اژدر تا حد ممکن به ناوگان دریایی دشمن نزدیک بشه تا بتونه هدف خود رو نابود کنه. در مقابل موشک به دلیل دقت بسیار زیاد در هدفیابی، سرعت و برد عملیاتی چند صد کیلومتری مناسب ترین جنگ افزار برای نابودی ناوگان مهاجم در فواصل دور به شمار میاد، اما قابل رهگیری و شناسایی به این معنا که هم مشخص میشه که از کجا شلیک شده و هم خطر رویارویی با موشک‌های دشمن رو داره. حالا متخصصان جوان نیروی دریایی کشور ما از قابلیت‌های هر دوی این سلاح‌ها در یک سامانه استفاده کردند و موفق شدند ایران رو در زمره چند کشور محدود دارنده این تکنولوژی قرار دهند. سامانه پرتاب موشک از زیر دریایی که در رده سامانه‌های زیرسطحی به سطحی قرار می‌گیرد. در این سامانه یک یا چند اژدر پس از شلیک از لانچر زیر دریایی در اعماق دریا مسیر خود را به سمت هدف یا اهدافی طی کرده و ناگهان در مکان و زاویه مناسب به سطح آب تغییر مسیر می‌دهد. موشک در این لحظه از داخل اژدر به بیرون پرتاب شده و با سرعتی معادل سرعت صوت به سمت هدف حرکت کرده و شناور جنگی را تا فاصله چند صد کیلومتری در عین غافلگیری منهدم می‌کند. در این سامانه هیچ اثری از موشک و سامانه پرتابگر به جا نمی‌مونه و هرگز قابل رهگیری نخواهد بود. آزمایش موفق دومین سلاح راهبردی ایران در آب‌های جنوبی. در آخرین مرحله از رزمایش بزرگ ولایت 97، زیردریایی غدیر از زیر آب موشک کروز شلیک و هدف مورد نظر خود را با موفقیت منهدم کرد. ناگهان از زیر آب ظاهر می شود. دشمن را غافلگیر و هدف را نابود می کند. این موشک کروز ضد سطحی است که در روز سوم رزمایش ولایت 97 از زیر دریایی کلاس غدیر شلیک شد تا کابوس دشمنان باشد. خود رسانه‌های بیگانه که با خود ما بعضی هاشون هم دشمن هستن، همون آقایون، همون دولت مردان، همون کشورها اعلام کردن که زیرسطحی‌های کلاس غدیر دومین سلاح خطرناک و راهبردی جمهوری اسلامی ایران. این تجهیزاتی که اکنون دست بالاتر ما را در دفاع از مرزهای کشور نشان می‌دهد، کاملا بومی است و از توان جوانان متخصص ایرانی حکایت می‌کند.